برام و یاد خداوند بی همتا سلام و عرض ادب دارم خدمت حضور شما بینندگان ارجمندی که اولین گزارش مرا در سال 1403 از شبکه جهانی رادیو تلویزیون آرزو تماشا میکنید. بینندگان عزیز، خدا را هزار بار شکر که یک بار دیگه فرصت برمه داده شد تا بتانم دقایق مهمان خانه های شما باشم. عزیزان دل، امروز همونتا که میبینین آمدیم به دومین پروژه بزرگ توسعه‌ای و اقتصادی که در سطح کشور ما در حال انجام است، پروژه کابل جدید. پروژه‌ای که بعد از پروژه کانال قشتیپه بزرگترین و پرهزینه‌ترین پروژه است که در افغانستان در حال حاضر در مسند اجرا قرار گرفته. پروژه‌ای که هدف پروژه به خاطر ازی بوده که تراکم جمعیت و انباشت نفوسی که در داخل کابل مرکز صورت گرفته یک اندازه کم شوه و مردم گسیل به این طرف شوند. ساحه دی سبز، منطقه خوش آب و هوایی که از سالیان متمادی کار برای پروژه کابل جدید جریان داشت، اما متاسفانه پیش نمی رفت. نه که پیش نمی ماندن بره، اینم براتون بگم که یکی از بزرگوارا بود، اجازه نمی داد که کار پروژه کابل جدید پیش بره. امروز آمدیم با یکی از نماینده های محترم وزارت شهرسازی و مسکن در مورد این پروژه بزرگ و حیاتی که قرار است بر ما معلومات را بکنن، و ایرم براتون بگم که امروز بر شما جایی را نشان میتونم که خراب است، متروک است، زمین کویر است، ولی احتمالش است که تا 5 سال آینده، تا 3 سال آینده یا شاید هم 10 سال آینده مبدل به یکی از شهرهای بسیار مقبول اروپایی شود. این چیزی نیست که مثل چنل یوتیوب برام براتون هوایی بگن، واقعیت محض است که انشالله از زبان مسئولین محترمی که در اینجا حضورم دارن خدمت شما پیشکش میکنیم که تایید و صحت و سقمش کاملا عالی باشه. پس با ما همراه باشین، مرا دنبال کنین. امروز براتون خبرهای خوش دارم بسیار زیاد. حتما به شما میگم که یک روز باز بیاین با دیدن این گزارش ما. یک روز میاین اینجا یک بلاک میخرین و خانتون رو دمیج میگیرین. با ما همراه باشین دوستان. وارد سرک اصلی فاز اول پروژه کابل جدید شدیم، امرای برخی از باشندهایی که در اینجا خانهایشان است و قرار است که در استملاک شود، البته تخریب نیست، استملاک شود و بر ازیا خانه های مدرن از سوی شرکت مسئول ساخته شود صحبت میکنیم. یک پدر بزرگوار در اینجا است، امرایش صحبت میکنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. جوری جان خوب هستی؟ جوری خیلی خوب است، شکر. رمضان چطور تیر میشه؟ ویخی نمی خدا خطیری خطیری گی او کارو زده ماشاءالله. عوام خوب است؟ عوام سیده و بارانونم کی دیر نمی خدا خوندور کال را. بسیار خوب، خدا خوش داشته باشتون. خوش هستی دیگه از این منطقه هستی پدر جان؟ خوش ما در نوی کابل ده او اوس پر ترغله ما خلق که جایون جوړی او دیر نمی خدا خوب طریقه او خوب نقشه برابر ما شاء الله نمی خدا دیر که کار بکرواند. خانه خودت ده کجاست؟ خانه خود خپل می کور کلای زل کده. خب اینجا اومدی یک زمین برات بخری؟ آه دلته یو دو نمره می خیستی. خب بسوی چند نمره چند گرفتی؟ بسوی چقدر بود؟ بسوی دانه دو درینیم سره. درینیم سره دلار؟ آه او ماشاءالله. چقدر الان میخری پدر جان؟ دو دانی دی و سراویم که تاو کاره گیت مرتی خیده او دی دنیا خلق یه طول خلق هم پمدغ نقشه رواندی.
ماشاءالله. او نام خدای خوب نقشه و کاریم برابر دو سرکیم برابری دی کار بیخی منظم ده ماشاءالله. ماشاءالله خدا شما را خوش داشته باشه. بسیار تشکر. بخیر و سلامت باشین. خب دوستان عزیز، صحبت های مردم ها میبینین که همه خوشحال هستن از این پروژه، از این کار. میریم اینال امرای یکی از مسئولین محترمی که از وزارت شهرسازی با ما اینجا تشریف آوردن صحبت میکنین در رابطه با پروژه کابل جدید. با ما همراه باشین. خب دوستان عزیز، تصاویر از ساحت بزرگ این منطقه را ملاحظه فرمودین. اکنون با آقای شریفی، مسئول محترمی که امروز با وزارت شهرسازی با ما اینجا تشریف آوردن صحبت میکنیم، از جریان پروژه در مورد پروژه برای ما معلومات بدن تا دایره معلوماتی ما در رابطه با شهرک سبز یا پروژه کابل جدید وسیع و وسیع تر بگرده. سلام آقای شریفی، وقت شما بخیر. خوب هستین ان شاء الله؟ احوال شریف. سلامت باشین. رمضان چطور میشه؟ شکر است، مگذره ان شاء الله. شکر مگذره نه ان شاء الله. با دیدن این پروژه ما امروز بسیار خوشحال شدیم. شما چی از دارین؟ ما خو همیشه ایسی خوشبینی و ایسی بسیار با انرژی ان شاء الله، ایسی بسیار خوب است ان شاء الله. با این دیگه خوب. بسیار خوب. جناب انجینر صاحب محترم، چیزی که ما در مورد این شهرک میفهمم است که 1.5 برابر بزرگتر از شهر فعلی کابل است. اینال شما ساعت سق مزیر برای ما تایید بکنید. قسمی که شما گفتین، ما سرپلان شهر کابل جدید 1.5 برابر از کابل فعلی که در وسطش زیادتر است. و این پلانهای ترتیبی ما سرپلان شهر کابل جدید، کشور ژاپن نظر به طراحی که شده از طرف کشور ژاپن تقریبا در مساحه 740 کیلومتر مربع که در برگیرنده ولسوالی ده سبز است، ولسوالی کلکان، قسمت های شکردره، ولسوالی سالف، که در مجموع 740 کیلومتر مربع مساحت یزیب چی است؟ مساحت کابل جدید است. خب جناب انجینر صاحب، بر ما بگین که چه سهولت های زندگی مرفع عصری در این شهرک گنجانیده شده؟ سهولت هایی که در یک پروژه مدرنی که فعلا توسط کشور ژاپن ترتیب شده ای ماسر پلان، تمام سهولت ها در نظر گرفته شده، از جمله پوهنتون، مکاتب، مساجد مدرن و سیستم ترانسپورتیشن بسیار مجهز که به سطح کشورهایی که ژاپن است یا به سطح مدرن چی کردن، طراحی کردن در این پروژه. سیستم کانالیزاسیون هم طبیعتاً دیگه است. سیستم کانالیزاسیون، سیستم آب رسانی، سیستم برق، همه چیز در نظر گرفته شده. یعنی در این شهرک دیگه جوی چرک‌هایی که بغل سرک است چیزا وجود نداره؟ خیر، به شکل بسیار مجهز انشاءالله. قسمی است که تمام همی سیستم کانالیزاسیونی مکمل کابل جدید در یک منطقه چی میشد به حساب تخلیه بگیر. این شهرک گنجایش حضور چند نفر داره؟ چند نفر نه، الان خوب بگم که چند صد هزار نفر داره. بله، این خوب همی ماسترپلان کابل جدید با سه فاز چی شده، با سه فاز تقسیم شده که تنها ما شما در فاز اول هستیم و هم در یک پارسل، در یک پارسلش ما قرار دادیم. این هر فاز یزی با اساس گنجایش و با اساس چیزی خود برآورده شده که تقریبا تنها در فاز اول تقریبا با 6 میلیون نفر چی شده مسکن در نظر گرفته شده. انجینر صاحب، چه خوب است که بریم ما طرف مساحی که نقشه شهرک کابل جدید وجود داره و بر ما یک اندازه معلومات در روی نقشه بدین، درست است؟ بسیار گپی نکرد. مهربانی، بریم طرف نقشه. خب انجینر صاحب، ما هم تو که قدم میزنیم خوب است برخی معلومات دیگر هم از پیش شما داشته باشیم. گفتین سیستم ترانسپورتی مجهز قرار است در اینجا بنا نهاده شوه. آیا خط ریل هم در شهرک کابل جدید روی دست گرفته شده که بنا شوه؟ بدون شک، زمانی که یک پروژه به این سطح بزرگی مورد تطبیق قرار میگیره، معلوم دار است که سیستم ریل، سیستم ترانسپورت های چی اساسی، مثلا سرک های اساسی که حتی سرک های چی میگن را پریفرال رود میگن که یک منطقه رو به یک منطقه وصل میسازه، حتی این سرک هم در چیز ازی شامل است. سرک های اساسی ازی تقریبا 100 متر عرض می داشته باشه.
یعنی تمام سهولت هایی که مثلا هیچ به یک کابل مدرن است کل چیز در نظر گرفته شده. کابل بخی اروپا میشه دیگه ان شاء الله زندگی بود. خوب است اینجا چارت مهندسیش است، میریم با هم چارت دوست عزیز ملاحظه میفرماییم، با ما همراه باشید. خب بینندگان ارجمند، شما چارت ملاحظه میفرمایید، یک چارت مهندسی است که قرار است حول امی چارت شهر کابل جدید احداث شود. انجینر صاحب برای ما معلومات تکنیکی و مسلکیش ارائه میکنن که با هم میشنویم. بفرمایید انجینر صاحب. قسمی که شما در نقشه میبینین نقشه توسعه شرکت ساختمانی خاور میباشد. ای معلوم است که این قسمت ها بخش نمرات رهایشی، این قسمت ها هم بخش چیزای پارک های سبز و قسمت های سبز می باشد، بلی ها این سرک های اساسی می باشد، دیگه مکاتب چی کلینیک ها شفاخانه و قسمی که در اینجا چی است کتابخانه پول کلینیک کودکستان ساحه زیرزمین تحصیلات عالی همه گی چیز در اینجا چی شده. خب این ساعتی که بله. با حرف پی علامت گذاری شده اینا چی هستن انجینر؟ یا پارکینگ است. خب پارکینگ بله، این قسمت ها پارکینگ است، دیگه این قسمت ها ساعت رهایشی است، ساعت رهایشی و تجارتی، این دیگه بخش های ساحه سبزش است. انجینر صاحب بله. از چندین سال به این سو کار روی پروژه جدید جریان داشت، ولی هیچگاهی به این اندازه سرعت که ما البته میشنیم و میبینیم درش وجود نداشته. به نظر شما دلیلش چی بود که در گذشته کار پروژه کابل جدید به مسند اجرا در نمی آمد؟ قسمی که شما در جریان هستین فعلا خوشبینی ها به خاطر احداث کابل جدید بسیار سرعت گرفته و قبلا نظر به مشکلات امنیتی و مشکلات زورگویی ها که از طرف بعضی ها ممانعت میشد در این ساحه پروژه، یگانه معاونت از این پروژه که به پای اکمال نرسید این مشکلات بود، ولی خوشبختانه این مشکلات نیست، مشکلات امنیتی نیست و سرمایه گذار هم یک مشاوق خوب هستن که چی کنن سرمایه گذاری کنن. در مورد هزینهش برای ما چیزی برای گفتن دارین جناب انجینر صاحب که هزینه احداث کابل جدید چقدر تخمین زده شده تا حالا؟ هزینه احداث از این مربوط توسعه دهنده می باشه که او را نظر به مو زیربینا ازی نظر به زیربینا چی گرفته می شود، یعنی محاسبه می شود که چقدر هزینه برمی دارد. یعنی این کار فقط تحت نظارت وزارت محترم شهرسازی می باشه و توسعه دهنده ها که تجار ملی هستن اینجا می آین و سرمایه گذاری می کنن و خانه ها را احداث می کنن. بله بله دقیق فرمودین. بله و بعد از اینکه کسی بخواد از اینجا خریداری خانه بکنه باید به می اشخاص مراجعه بکنه، یعنی که نهاد مشخص است. بله سه هر توسعه دهنده که مجوزی از طرف وزارت شهرسازی برش توافقنامه میتن مطابق توافقنامه وزارت شهرسازی یا چی دارن مسئولیت احداث و مسئولیت انکشاف شهر کابل جدید. بسیار خوب. خب بسیار تشکر جناب انجینر صاحب شریفی از اینکه برای ما وقت گذاشتین و تشریف آوردین از وزارت و معلومات مفید و خوبی را در باب شهرک سبز یا شهر کابل جدید ارائه کردید. تشکر، سلامت باشین از شما. بخیر باشین. سلامت باشین. تشکری میکنم از شما بینندگان ارجمند که تاییدم بیننده گزارش ما بودین. حالا میریم دوستان عزیز به طرف شرکتی که در پروژه کابل جدید عملا کار میکنه. در حال حاضر کار جریان داره ولی کار روی پلان است و روی اوتوگرافی و کارتوگرافی و موارد گپای تکنیکی و مسلکیش است. اینجا یکی از دوستایی هستن که شرکت را اداره میکنن و عملا کار روی پروژه سوی شرکت از یا در جریان است. میریم اولایشان صحبت میکنیم و برخی از معلومات تکنیکی و مسلکی و نوید بخش از ایشان میشنوید. با ما همراه باشید. خب
با ابراز سپاس و امتنان از شما بینندگان ارجمند که تا ایدن بیننده گزارش ویژه ما از پروژه کابل جدید هستین. دوستان از صحبت های ما با جناب انجینر صاحب شنیدین. اکنون آمدیم پیش شخصی که مسئول درجه یک تطبیق پروژه کابل جدید دهی ساحه است. آقای سعید عبدالمقدم امین همراهشان صحبت میکنیم از جریان چون و چند کار که تا کجا تا حال حاضر پروژه پیشرفت داشته. سلام آقای امین، وقت شما بخیر. سلامت باشین، لطف کردین. سلامت باشین. آقای امین، پروژه در کجا رسیده؟ کارا در چه جریان است؟ بر ما اگه ذره به بیننده ما معلومات را بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض حرمت خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون آرزو. خوب طبیعی است که این پروژه یک پروژه سنگین هست، اما قسمی که از نامش پیداست کار ساخت و ساز بعد از مدت ها توقف که تازه شروع میشه و طرح خوب است که خوشبختانه طرح و دیزاین از قبلا از طرف جایگاه ژاپن داده شده بود و مهندس های یا در مجموع بخش های تخنیکی وزارت محترم امور شهرسازی بالای عزیز زیاد کار کردند و از روزی که اینجا افتتاح شد و ما هم با کمپانی های داخلی و خارجی روی برنامه و پیشرفت و چگونگی تطبیق کار در ساحه صحبت هایی داشتیم، نشست هایی داشتیم، قرارداد هایی ایجاد شده، ولی ما در ابتدا اول فکر میکردیم که خیلی براحتی ساحه تخلیه میشه و ساخت و ساز آنن شروع میکنیم. خب در زمانی که پی بردیم که یک سلسله کارهایی باید مقدماتا انجام شود که او ارتباط میگیره به زیر ساخت های پروژه. زیر ساخت های پروژه برمیگرده به سرک و کانالیزیسیون و آب و برق که تا زمانی که زیر ساخت ها تکمیل نشد بالای زمین کار کردن یک اشتباه میتونه مهندسی باشه. بله بله. خوشبختانه کار زیر ساخت های طرح زیر ساخت ها تا یک هفته دیگه تکمیل میشه و تا یک نهایتاً دو هفته دیگه در ساحه دسته استقامت کار به صورت وسیع بالای نمرات رهایشی تخلیه ساحه تجارتی روی کانالیزیسیون سرک و آب و برق هم زمان شروع میشه. بسیار خب آقای امین، تا اکنون که من برای شما صحبت میکنم شایعات زیادی در مورد پروژه کابل جدید وجود داشته. برخی ها میگفتن 10% کار پیش رفته، برخی ها 20%، برخی از چنل یوتیوب ها تا 50% کار پیش بردن. شما بگین کار چه چقدر پیش رفته یا از لحاظ اتوگرافیک چقدر میتونیم بگیم که در حال حاضر کار عملی برای پروژه کابل جدید پیش رفته؟ از لحاظ برنامه ریزی ما میتونیم بگیم کار چقدر پیش رفته، ولی که چینل یوتیوب ها خب هر کس به هر رقمی خودش صحبت میکنه و بس خودشان است. ما مطابق زمان بندی روی یک سازگاری مهندسی پیش میریم که این کار گفتم خطرناک هم هست، یعنی اگه اشتباهی اگر صورت میگیره اشتباهی مهندسی بسیار مشکلات های خود میتونه داشته باشه. از لحاظ مهندسی و زیر ساخته ها فکر کنم کار میتونیم بگیم که در حدود 70% پیش رفته. از لحاظ ساخت و ساز وقتی بالای بخش مهندسی صورت میگیره که این آغاز کار است دیگه، اینو با فیصدی نمیتونیم محاسبه کنیم. وقتی که زیر ساخت ها تکمیل میشه طبیعی است که بالای کار به سرعت میتونیم پیش بریم که باز فیصدیش در جریان کار میتونیم با شما شریک بسازیم. بسیار خوب آقای امین، هفته آینده که بخیر برای شما پلان زیر ساخت یا زیر بنا که رسید، بعدن به چه تعداد ماشینری و قوه انسانی قرار است کار عملا شروع بکنند؟ عملا نهایتا یک دو هفته بعد دیگه حداقل از 30 تا 50 ماشینری به سطح وسیع کار میشه، در حدود 1000 نفر شامل کار میشه. سه استقامت پروژه برنامه ریزی شده، برای یک جای برای کانالیسیون کار میکنه، یک بخش برای هنوارکاری کار میکنه، یک بخش برای ساخت و ساز کار میکنه، یک بخش برای تطبیق سرک ها و امثال از این. هر بخش با مو استقامت کار خودش، هر بخش از خودش مهندس ها و تکنیکرهای خود در رأس خودش داره، همزمان یکی پی دیگر متناسب با برنامه ریزی کار خود آغاز میکنه. بسیار خوب. اگر در مورد از این برنامه بگین چند باب مکتب، دانشگاه و بیمارستان قرار است در این ساحه اعمار شود؟ اما اگر در ساحه فاز اول کابل جدید در نظر بگیریم که حدودا 35000 جریب زمین است، بررسی که صورت گرفته در حدود 67 مکتب است و دو تا دانشگاه است دیگه. خب مساجد اینها مطابق با مو هر ناحیه مطابق با کثرت نفوس در نظر گرفته شده. بابا این ساحه فاز اول گنجایش حضور چقدر انسان میتونه داشته باشه؟ در حدود 1.5 میلیون انسان در فاز اول میتونه جا باشه. بسیار خوب. یک چارت هم پشتر ما هست، چارتی که به نظر من و بسیاری بیننده‌های ما عجیب غریب معلوم میشه. اگر شما اگه مقدار بر ما معلومات بدین که از کجا شروع میشه، فاز اول کجاست و تا چطور و این نقشه که پیش روی ما شما قرار داره این فاز اول کابل جدید است. این فاز در حدود 35000 جریب زمین در بر میگیره.
این سرک کابل بگرام است که 100 متر عرضش است، 150 متر دو طرف سرک تخلیه میشه برای بلند منزل است. موازی با 1 کیلومتر فاصله موازی است. یک سرک 70 متری دیگه است که موازی هم تو پیش میاره تا دامنه های بگرام. به همین شکل با سرک های 42 متری اینا را قطع میکنه به مرکزیت شهر که در بالا میبینین که خوب هم خصوصیات خودش داره. در مجموع حدود 60% این نشره که میبینین بلند منزل است. این زردا که میبینین نمرات رهایشی است و ساهای آبی که میبینین اینا در مجموع ساهای تحصیلی است، مکتب است، کودکستان است و دیگر چیزهای بخش های دیگر. این بزرگترین یونیورسیتی یا پانتون است که در ساهای 200 جریب زمین در نظر گرفته شد. و همین قسم این نقشه در مربوط میشه به فاز اول کابل جدید. بسیار خوب آقای امین، در این قسمت هم برما میشه معلومات بدین که قیمت یک باب خانه 3 اتاقه برای کسایی که بخیر بخواهند اینجا مسکن گزین شون چقدر میتونه باشه؟ وقتی که 3 اتاقه میگین طبعا آپارتمانی را میخواین. یک آپارتمان شاید 3 طبقه در حدود 35000 الی 45000 تکمیل بشه و در قسط 5 ساله میتونیم به هموطنان برشان تسلیم. یعنی با 5 سال با اقساط 5 ساله یک مامور دولت هم میتونه راحت یک خانه را به چند کاتگوری تقسیم بندی کردیم. یعنی از یک سال گرفته تا دامنه های 7 سال میتونیم که روش یک تیم کار میکنه که ما بتونیم که حداقل هم پول به موقعش برسه و هم یک هموطنی ما که مشکلات اقتصادی داره حداقل صاحبی خانه شه. بسیار خوب آقای امین، میفهمم که تطبیق پروژه پروژه است که در کوتاه مدت ممکن نیست، شاید حداقل 20 سال وقت بگیره، ولی شما منایس کسی که در پروژه مسئول هستین و دارین کار میکنین، بر مردم میشه یک مژده بدین حداقل تا 20 سال آینده، 15 سال آینده یا 30 سال آینده فاز اول حداقل خلاص میشه؟ خب نظر به برنامه ریزی که داریم خدمتتون عرض کنم که ساحه پارسلی که ما عملا کار میکنیم زمان بندی که در ساحه 1000 جریب در ساحه 250 هکتار زمین است که در حدود 6 سال بعدی تکمیل بشه. نظر به برنامه ریزی که داریم فاز اول کابل جدید برای به زمان های 15 ساله در بر میگیره، ولی همین امسال امکان داره در حدود 2000 خانه ساخته شوه که مردم بتونه به راحتی در زندگی کنه. به فروش هم میرسه؟ بله. طریق فروش چطور میشه؟ خب کسای نمرات رهایشی گرفتن، نقشه ها را شهرک شرکت میده، طبق نظارت شرکت کسایی میتونن خودشون بسازن یا که شرکت میسازه با زمان بندی پولش میگیره، ولی نقشه ها ترتیب شده مطابق همون نقشه یا شرکت میسازه یا کسایی که نمرات خودشون خریداری کردن. و اینو ما برایشون یک ماه وقت دادیم، مگر که این نمرات کار صورت نگیره نمراتشون به فاز بعدی انتقال پیدا میکنه. آقای امین، من درست متوجه شدم؟ یعنی کسایی که اینجا زمین بخرن خودشون هم میتونن خانه در اینجا آباد بکنن تحت نظر شرکت شما، یعنی با معیارهایی که شما در نظر دارین؟ بله، با معیارهایی که ما در نظر داریم بخوان که خودشون بسازن میتونن بسازن، در غیر این شرکت میسازه مطابق زمان بندی از پیششون پول دریافت. بسیار تشکر آقای امین از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. با امید موفقیت های مزید شما و روزی برسه که بخیر در اینجا بیایم در سرکای قیر شدیش با شما قدم بزنیم. سلامت بخیر باشین. از شما سپاسگزار هستم بینندگان ارجمند که تا این دم بیننده گزارش ویژه ما از شهر پروژه شهر کابل جدید در منطقه دیسابس بودین. سپاسگزاری میکنم از اینکه تا این دم بیننده گزارش ما بودین. بیننده بقیه برنامه های ما از شبکه جهانی رادیو تلویزیون آرزو باشین. وقت بر شما خوش. Thank you.